لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا حديث الدعوة عن ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. حديث صحيح وصححه الباني. إي حديث درست است كيرا الباني حديث صحيح گفته. چي است که خداوند متعال حرام گردانیده بالای امت من شراب را و قمار را و الكوبة. کوبا همی تبله. تبله یکی از آلات موسیقی است. وقتی که یکی از آلاتش حرام شد، خود غنام حرام میشه، دیگه آلاتش هم به شکل طبیعی حرام میشه. این حدیث سی است. حدیث سیوم چی است؟ حدیث سیوم ما ایست که در مسلم شریف، ما امی دیر و صبح کی حدیث خواندم، نشته است که سابق اگه بایاتان باشه، امی وقتی که قافله حرکت میکرد، امی گردن یک شطور زنگم انداختم که برای او پیغمبر اسلام گفت زنگ به گردن شطور نندازین، چرا که الجرس و مزمار و شیطانی. امی زنگ شطور مثل این امی آلی موسیقی وارست، به گردن نندازین. چرا؟ امی زنگ که در گردن شطور است مثل مزمار و شیطان، یعنی صوت شیطان، یعنی آواز خوش شیطان، یعنی آواز مطرب وارست، این را نندازین. این حدیث هم مسلم روایت کرده، یعنی سه حدیث به این مورد است. حدیث چهارم است، بزار در مستند خود روایت میکنه و این حدیث هم به شکل است که از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که صوتان ملعونان فی الدنیا والآخره، مزمار عند النعمه و وانت عند مصیبه و انت و انت عند مصیبه. حضرت انس روایت میکنه که دو صوت که است ملعون است، از رحمت خدا دور است. یکی خوشحالی، ساز و سرود در وقت خوشحالی و نعمت، و گریان کردن با آواز بلند در وقت مصیبت. ولی این حدیث، این حدیث غریب گفتن که به این حدیث استدلال در حیث حرمت موسیقی جایز نیست. سوم، امام ترمذی در سنن خود روایت میکنه و این حدیث البانی گفته حدیثون حسن. امی حسن از جمله احادیث صحیح نیست، ولی از قوت زیاد هم برخوردار نیست. امی احادیث ضعیف که تقسیم کردن و تقسیم قویش حسن گرفتن. این کدام حدیث است که از جابر ابن عبدالله روایت است، قال رسول صلی الله علیه وسلم: نهیتو عن صوتین احمقین. نهی میکنم شما را، اینمی نهیتو نیست، نهیتو با ابن صیغه مبنی للمجهول نیست، نهیتو نهی میکنم شما را از دو آوازی که احمق هستند، فاجرین هستند، صوت عند النعمه لهو و لعب و مزمار شیطان، و صوت عند مصیبه خمس وجوه و شق جیوب، که در وقت نعمت عینی چیز ساز و سرود کنین و در وقت مصیبت رویتان بکنین یا قنایتان پاره کنین. یه حدیث هم حدیث حسن است، قابل استدلال، یعنی زور حرمت را در مسئله موسیقی نداره. 24 حدیث در این مورد آمده، ولی دیگه حدیثش ضعیف است. امام ترمذی باز هم روایت میکنه و این حدیث دیگه علمانی البانی برش گفته حدیث صحیح است، گردن ما خلاص باشه. دیگه علما در سیش گپ زدن، در سی بعض رواتش گپ زدن. یک البانی گفته سیس کدام حدیث است؟ لا یکونن فی امتی قصف و خصف و مسخ. قیل یا رسول الله متى ذلك؟ قال اذا ظهرت المعازف و کثرت القنیات و شربت الخمور. در امت ما قصف میآید، قصف از آسمان مصیبت نازل شود، و خصف که مردم در زمین غرق میشن، و مسخون که چرایشان تغییر میکنن، خنزیر میشن یا شادی میشن یا پشک میشن. گفتن چی وقت است یا رسول الله؟ گفت وقتی که
در امتم ساز و سرود زیاد ظاهر شوه، ظاهر شوه زیاد نه، و خواننده ها زیاد شوه و شراب زیاد خورده شوه. خصف و قصف و مسخ چی وقت نه؟ خصف، قصف، مسخ فهمیدیم نه؟ خصف که آدم در زمین غرق شود، قارون خصف شد، مسخ که انسان چریش تغییر کنه با ایوان تبدیل شود، و قصف که از آسمان سرش مصیبت ده. وقتی که ساز و سرود هر جا را بگیره، وقتی که خواننده ها خیلی زیاد شود، وقتی که شراب ها زیاد خورده شود. صححه البانی و قال بعض اهل العلم فی اسناده مقال، بعض اهل علم گفته که نه، در سند ازی یگان گپ است. ما امرای کی هستم؟ ما هم امرای نظر البانی نیستم، ما امرای نظر علما هستم. ده یه حدیث که یه حدیث هم استدلال بی نمیشه. چرا؟ چرا ما حدیث بیاد داریم که پیغمبر اسلام به خداوند دعا کرده بود که خدایا هرچی که میکنی امت مرا مسخ نکن، شادی و خنزیر نگردانش. او حدیث صحیح است، چون او حدیث صحیح است که مسخ آمده بنان امی ضعفی که علمای دیگه گفته، فکر میکنم که صحیح تر باشه. که ما گفتم که به طرفانه این قضیه را بحث کنیم، چون مسئله دیگه است. آل معیم ای احادیث بوده این مورد، و 24 حدیث است که کلش دیگه ضعیف است، غیر هم دسته حدیثی که در اول براتان خواهد. او احادیث صحیح است. اقوال صحابه. قال عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان خلیفه سوم پیغمبر اسلام میگه که ما تغنیت و قد تو، در امی زندگی خود من بیت نخواندیم، امی اصطلاح عامیانه ما شما، بیزاری خود از خواندن اعلام میکنه و به نخواندن خود افتخار میکنه. ما تغنیت و قد تو، دمی زندگی دمی خانم که بودیم تو زمزمه نکرده، همی خواندن نکرده. خب عبدالله ابن مسعود چی میگه؟ صحابی جلیل القدر، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت المطر البقله. غناء ساز و سرود میگه در قلب نفاق را نشونما میته، مثل که باران گیاه را نشونما میته، اینمه تو موسیقی در قلب نفاق را نشون ما میده. عبدالله ابن عباس چی میگه؟ عبدالله ابن عباس یک نفر پیشش میایه، خوب گوش کنین برادران، پیش عبدالله ابن عباس چی دلیل خوب گفته عبدالله ابن عباس؟ مردم از جنجال میکشن. پیش عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن میایه یک نفر میگه یا عبدالله ابن عباس نظرت راجع به می ساز و آواز چی است؟ برش میگه که دمی روز قیامت میگه من از تو یک سوال میکنم، امی سائل خود سائل میگه، میگه من از تو یک سوال میکنم دمی روز قیامت که حق و باطل میاین، امی موسیقی و ساز و آواز امرای حق میباشه یا امرای باطل؟ میگه میگه خوب بسیار بدست، امرای باطل میباشه. میگه برو دیگه خودت فتوا دادی، خودت فتوا دادی، برو فهمیدی. امی کی نهره؟ امی موسیقی را در پالوی قاری سر میشانه خواننده های ما شما را که شما یک سری هستید، خود طبعا در ردیف باطل می باشه. میگه حال خودت فتوا دادی دیگه، برو با من خدا. این گپی کی؟ عبدالله ابن عباس، لقد افتیت نفسک. خلاص شد. ائمه اربعه، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل چی میگه؟ فارسی بانده پیگه کنن خصه ایس خواب فارسی دیر عامیانه کنن، دیر لفظ و قلم نکم چطور پوچه. امام مالک گفتن که ما رأیو که فی من یرخص او. امام مالک تو خود امام مدینه منور هستی، در این پالوی قبر پیغمبر اسلام ششتی امامت میکنی، فتوا میتی، کسایی که میگه این موسیقی رخصت از جواز داره، تو چی میگه ایسی از یا؟ امام مالک چی میگه؟ قال امام مالک انما یفعله الفساق عندنا. امی موسیقی و ساز آواز که تو میشنید در مدینه و طرف و طرف، این مردم های فاسق میکنه، ما نمیکنه. انما یفعله الفساق مننا. و از پیشش سوال کردن
اگر یک نفر یک جاریه را یک کنیز بفروشه و او مغنیه باشه، سازنده باشه، آیا پس رد کردنش میتونه؟ میگه بله، اینمی سازندگیش عیب است، میتونه پس ردش کنه. معنایش چیز که ساز عیب است، حتی در خرید و فروش هم تأثیر خود داره. خب این که ما حالا گپش خلاص شد، محمد ابن قاسم ابن ابوبکر صدیق است ان شاء الله. محمد ابن قاسم ابن محمد یا محمد ابن قاسم ابن عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیق که یه از جمله فقهای سبعه در مدینه منوره، در مدینه منوره فقیه بسیار مهم بود، یکیش محمد ابن قاسم است. در رسی موسیقی از پیش پرسان میکنه، میگه چی نظر داری محمد ابن قاسم؟ میگه فمازا بعد الحق الى الدلال، قرآن بخانه، یکی حق است یکی گمراهی، بعد از حق چی است؟ این خود حق نمیره، گمراهی است، گمراهی است. میگه باز میگه هل الغنا حق هو؟ آیا غنا حق است؟ او میگه نه، حق نیست. کسی که سوال میکنه امام ابو حنیفه چی میگه رضی الله تعالی عنه؟ ان الغنا معصیه توجب فسق صاحبها، موسیقی ساز آواز گناس و حکم میکنی که صاحبش فاسق است، واجب است که حکم کنی که کسایی که ساز آواز میشنون، کسایی که میخوانن، اینا فاسق هستن. و رد شهادته، و امام اعظم در شهادت خواننده را، مطربه، سازنده را و کسایی که ساز میشنون قبول نمیکن، شهادتشان رد میکرد در قضا. ابو یوسف که قاضی القضات دوره عباسی بود، شاگرد امام اعظم سن، امام ابو یوسف قاضی القضات دوره عباسی شاگرد امام اعظم سن بود، او چی میگه؟ قال، گفت که علل امام ان یهبس و ید او یترد او ینفی او یدرب سیاتن من یفتح باب السماع ای الغناء. کسی که سر امام واجب است، میگه سر خلیفه، سر پادشاه، که کسی که موسیقی دروازه خانه خود برای موسیقی دانا، برای خواننده باز میکنه و در خانه شان موسیقی میآید، میگه برادر سر امام لازم است، سر امام لازم است که او آدم یا ترد کنه یا بندی کنه یا دره بزنش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه که یک وقت در بازارهای مدینه تیر میشه که در پشت یک خانه گوش خودم میگیره که مردم موسیقی میشنوند، قارش میامید دروازه را میده میکنه، ارسیش داخل خانهش میشه، میگه یا عدو الله اتسمع الغنا، او دشمن خدا موسیقی میشنوی تو؟ او نفرم چون عهد نبوت نزدیک است عالم میباشه، صبر کن الا بتیا خانم چی کردی؟ میگه خطا کردی. میگه ما یه خطا کردیم، تو سه خطا کردی. حضرت عمر میگه ما موسیقی شنیدیم، ما خطا کردیم دیگه نمیکنم، ولی تو سه خطا کردی. اول تجسس کردی پشت خانه، دوم از راه ورسی آمدی، سوم برای ما سلام ندادی. خدا هم میگه که لا تجسسو و اتو البیوت من ابوابها، در خانه که از خانه شان بیاین، و اذا دخلتم فسلموا علی اهلها، سر اهل خانه سلام بتین. سه خطا تو کردی. باز میگه خیلی به این خلاص، ما دیگه به اجازه داخل نمیشم، تجسس نم، ولی شما دیگه موسیقی نشنه. معنایش ایست که موسیقی ناجایز بوده. امام شافی را پرسان کردن که راجع به غنایی که عود داره، عود در عربی اونمو یک قسم آله است که من نمیفهم، دو دانه تار داره به ناخون زده میشه عود. میگه عود دیسیش چی میگی؟ میگه که انما یفعله الزنادقه، انما یفعله الزنادقه، ایره مردم های زندیق میگه میکنن، ما دی کار نداریم. بچه خاله رو بابا شاهین میگه و امام احمد حنبل پرسان میکنه، یک تعداد یتیما پیشش نه، یک تعداد یتیما امام احمد حنبل مان نی، پرسانش میکنه که ما پدر ما فوت کردن، یک جاریه داریم، یک کنیز داریم، بسیار خوب خواننده است، اگه به صفت خوانندگیش بفروشمش 20,000 درهم است و اگه ساده بفروشمش 2,000 درهم است. میگه ساده بفروشین، به صفت خواندگی فروختین، کل پیسه حرام میشه.
إلا الله لا إله إلا الله.